کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. بند دو، عدم تبعیض. مطابق به روحیه کار آبرومندانه و با رجوع به حقوق بشر و وقار و حیثیت افراد مبتلا یا متأثر شده از مرض ایدز، نباید تبعیضی علیه کارگران بر بنیاد وضعیت واقعی یا فرضی HIV صورت گیرد. تبعیض و بدنام ساختن مردم مبتلا به مرض HIV مساعی را که هدف آن پیشرفت امور مربوط به جلوگیری از ایدز می باشد، با موانع مواجه می سازد. بند 3، برابری جنسیت اجتماعی یا جندر. ابعاد جنسیتی HIV یا همان ایدز باید مشخص شوند. احتمال ابتلای زنان به این مرض بسیار زیاد است و اکثراً بنابر دلایل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به شکل بسیار ناگوار نسبت به مردان به این مرض مبتلا می گردند. بزرگترین تبعیض از نظر جنسیت اجتماعی در جوامع عبارت از جایگاه پایین‌تر زنان می باشد که به طور بسیار منفی به ویروس HIV مبتلا می گردند. از آن رو روابط بیشتر برابر از نظر جندر و توانمند ساختن زنان برای جلوگیری موفقیت‌آمیز سرایت مرض ایدز و توانمند ساختن زنان برای نجات از ایدز حائز اهمیت زیاد می باشد. بند 4، محیط سالم کار. محیط کار باید تا اندازه‌ای که عملی است برای جلوگیری از سرایت ویروس HIV مطابق به شرایط کنوانسیون مسئولیت وظیفوی و صحت منعقده سال 1981 شماره 155 برای همه جوانب مربوط سالم و مسئول باشد. یک محیط سالم کار تحصیلاتی مطلوب صحت فیزیکی و دماغی را در رابطه به کار و وقف کار به قابلیت‌های کارگران در روشنی وضعیت صحت فیزیکی و دماغی آنها فراهم می‌نماید. بند 5، دیالوگ اجتماعی. اجرای موفقانه یک پالیسی HIV و برنامه مقتضای همکاری و اعتماد میان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان آنها و حکومات و در جایگاه مناسب پنداشته شود. با مشارکت فعال کارگران مبتلا و متأثر شده به وسیله ایدز می باشد. بند 6، آزمایش های لابراتواری به قصد محروم ساختن از اشتغال یا پروسه کار. معاینات ایدز نباید از متقاضیان کار یا افراد مشغول کار مطالبه شود. بند 7، محرمیت. توجیهی برای پرسیدن داوطلبان اشتغال یا کارگران وجود ندارد که معلومات شخصی مربوط به HIV را فاش نمایند و نباید همکاران کارگر مجبور ساخته شوند تا چنین معلومات شخصی راجع به کارگران همکارشان را فاش نمایند. دسترسی به مدارک و معلومات شخصی مربوط به وضعیت HIV بایست به وسیله مقررات محرمیت که با دستورالعمل سازمان بین المللی کار درباره حفاظت مدارک و معلومات شخصی کارگران منعقده سال 1997 سازگار باشد، محدود ساخته شود. بند 8، ادامه روابط استخدام.
مرض HIV موجبه برای پایان اشتغال نیست، طوری که در بسیاری شرایط دیگر امکان پذیر است. به همین ترتیب افراد مبتلا به امراض مربوط به HIV نیز بایست بتوانند برای مدتی که از نظر طبی در خور باشد به یک کار مناسب بپردازند. بند 9. وقایع و جلوگیری. بیماری HIV قابل وقایع و جلوگیری می باشد. می توان از همه وسایل انتقال این مرض از طریق انواع استراتژی‌های مقتضا و مناسب به شرایط ملی که از نظر فرهنگی پذیرنده باشد جلوگیری نمود. پیشگیری و جلوگیری می تواند از طریق تحولاتی در طرز روش و سلوک، آگاهی، تداوی و ایجاد یک محیط غیر تبعیضی مؤثرتر شود. شرکای اجتماعی در موقوف بیمانندی قرار دارند تا مساعی جلوگیری، خاصتاً در رابطه به تحول سلوک و طرز رفتار از طریق تدارک معلومات و آموزش با رسیدگی به عوامل اجتماعی اقتصادی انکشاف دهند. بند 10. مواظبت و کمک. اتحاد، مواظبت و کمک باید واکنش به HIV یا همان ایدز را در جهان کار راهنمایی کند. تمام کارگران به شمول کارگران مبتلا به HIV مستحق خدمات بهداشتی قابل استطاعت می باشند. نباید تبعیضی علیه آنها و وابستگانشان در زمینه دسترسی و دریافت امتیازات از برنامه‌های قانونی تأمینات اجتماعی و برنامه‌های وظیفه‌ای موجود اعمال گردد. 5. حقوق و مکلفیت‌های عام. بند 1. حکومت و مقامات ذی‌صلاح آن. الف. ارتباط و سازگاری. حکومت باید سازگاری و پیوستگی در استراتژی‌های ملی HIV و پلان‌ها را به طور مثال از طریق تأمین ترکیب مناسب شوراهای ملی ایدز که شامل نمایندگان، کارفرمایان، کارگران، افراد مبتلا به HIV و همچنان وزارت‌های مسئول کار و امور اجتماعی باشد تأمین نماید. ب. مشارکت چند سکتوری. مقامات ذی‌صلاح باید مشارکت گسترده برای محافظت و جلوگیری به شمول نهادهای عامه، سکتور خصوصی، کارگران و سازمانهای کارفرمایان و تمام شرکای مربوطه را اجازه داده و کمک نمایند تا بیشترین تعداد شرکا در جهان کار در این امر دخیل شده. ج. هماهنگی و انسجام. حکومت بایست تمام مداخلات و پادرمیانی‌ها را در سطح ملی که یک محیط توانمند کننده را برای سهمگیری در جهان کار فراهم نماید تسهیل و هماهنگ نموده و حضور شرکای اجتماعی و تمام سهامداران مربوط را برجسته سازد. انسجام و هماهنگی امور بایست روی تدابیر خدمات کمکی که قبلاً موجود بوده بنا گردد. دال، وقایع و بهبود صحت. مقامات ذی‌صلاح بایست وادار ساخته شوند تا در مشارکت با سایر شرکای اجتماعی کار نموده و برنامه‌های ارتقای سطح آگاهی و وقایع را مخصوصاً در محلات کار بهبود بخشند. ه. راهنمودهای طبی. در کشورهایی که کارفرمایان مسئولیت مقدماتی فراهم نمودن خدمات مستقیم مواظبت‌های صحی را به کارگران به عهده می‌گیرند، حکومت بایست راهنمودهایی را جهت کمک به کارفرمایان در زمینه مواظبت و مدیریت مسائل طبی HIV عرضه بدارند.
این رهنمودها باید خدمات موجود را مورد رسیدگی قرار دهند. تأمینات اجتماعی. حکومت بایست اطمینان حاصل نمایند که امتیازات مندرجه قوانین ملی و مقرراتی که به کارگران مبتلا به HIV در نظر گرفته می شوند نباید از امتیازاتی کمتر باشد که برای سایر کارگران مبتلا به سایر امراض وخیم در نظر گرفته می شود. در زمینه طرح و تطبیق برنامه های تأمینات اجتماعی، حکومت بایست ماهیت پیشرونده و متناوب مرض و برنامه های اصلاحی را به ترتیب در نظر بگیرند و به طور مثال فراهم نمودن امتیازات را وقتی که ضروری باشد به شکل کمک های تداوی عاجل فراهم نمایند. دال مطالعات و تحقیق جهت تأمین هماهنگی با برنامه های ملی ایدز، جهت بسیج شرکای اجتماعی برای ارزیابی مصارف مرض در محلات کار، جهت سیستم مسئولیت اجتماعی برای اقتصاد و جهت فراهم ساختن تسهیلات برای پلانگذاری، جهت تقلیل تأثیرات اجتماعی اقتصادی آن، مقامات ذی‌صلاح بایست نتایج دریافت‌های آمار جمعیتی، مطالعه وقایع و شیوع و مطالعه سوابق انفرادی بهترین عملکردها را تشویق، کمک، اجرا و نشر نمایند. حکومت بایستی تلاش نمایند تا چارچوب تشکیلاتی و قانونی را فراهم نمایند تا به این مأمول نائل گردند. این تحقیق بایست شامل تحلیل‌های جوابگوی مقتضیات جنسیتی باشد که استفاده از تحقیق مذکور و مدارک و معلومات از کار جمع‌آوری معلومات و مدارک بایست تا حد امکان بست یافته به تفکیک جنسیتی بوده و به سکتورهای خاص اختصاص داده شوند. نژاد، منشأ، جنس، عمر، اشتغال و وضعیت وظیفه‌ای بایستی به وجهی صورت گیرد که جوابگوی نیازمندی‌های موجود باشد. در صورتی که امکان داشته باشد، ارزیابی تأثیر دائمی ساختارها باید باقی بماند. زال منابع مالی. حکومت در صورت امکان در مشورت با شرکای اجتماعی و سایر سهامداران بایست پیامدهای غیر مستقیم مالی ایدز را تخمین نموده و سعی نماید تا فراهم آوری وجوه مالی را از منابع ملی و بین المللی در صورتی که مغایر سیستم های امنیت اجتماعی آنها نباشد برای برنامه‌های استراتژیک ایدزشان بسیج نمایند. ر. قوانین به منظور زدودن تبعیض در محل کار و تأمین وقایع محل کار و تأمینات اجتماعی، حکومت در مشورت با شرکای اجتماعی و کارشناسان عرصه HIV بایست چارچوب مناسب قانونی را فراهم نمایند و در جایی که لازم باشد قوانین کار و سایر قوانین را تجدید نمایند. ز. شرایط کمک حکومت. وقتی دولت تدارک وجوه مالی و انگیزه های تشویقی برای تصدی های ملی و بین المللی را آغاز نمود، آنها باید دریافت کنندگانی را مطالبه نمایند که به قوانین ملی پایبند بوده و دریافت کنندگان را تشویق نمایند تا این دستورالعمل و پلیسی ها یا طرز العمل هایی را که احکام این دستورالعمل را مرعی الاجرا می سازند رعایت نمایند. سین قابلیت تطبیق. مقامات ذی‌صلاح بایست معلومات تکنیکی و مشورت ها را به کارفرمایان و کارگران
در رابطه با مؤثرترین راه‌های مطابقت با قوانین و مقررات قابل اطلاق به HIV و جهان کار فراهم نمایند. آنها بایست ساختارهای اجرایی و طرز العمل‌هایی چون تقویت شرکت‌ها و کار و محاکم و دیوان محاکمات کار را تقویت نمایند. شین کارگران در فعالیت‌های غیر رسمی که سکتور غیر رسمی نیز نامیده می‌شود. حکومت باید برنامه‌های مربوط به جلوگیری و بقای HIVشان را به چنین کارگران به شمول تدارک منابع درآمد و تأمینات اجتماعی وقف دهند. حکومت همچنان باید شیوه‌های جدید به کارگیری جمعیت‌های محلی را طرح و انکشاف دهند، البته در صورتی که مناسب باشد. ساد کاهش حکومت باید مواظبت و کمک از طریق برنامه‌های مواظبت‌های صحیح عامه، سیستم‌های مسئولیت اجتماعی و سایر ابتکارات مربوط حکومت را بهبود بخشد. حکومت باید همچنان سعی نمایند تا از دسترسی به تداوی اطمینان حاصل شود و در صورتی که مناسب باشد به صورت مشترک با کارفرمایان و سازمان‌های کارگران کار شود. زاد، اطفال و جوانان در برنامه‌هایی که هدف آن زدودن کار اطفال باشد، حکومت بایست اطمینان حاصل نمایند که توجه به تأثیرات مرض بالای اطفال و جوانانی که والدین یا یکی از آنها در اثر بیماری ایدز مریض یا درگذشته است مبذول گردیده است. تا همکاری منطقه‌ای و بین المللی حکومت بایست سطوح همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی را از طریق نهادهای بین الحکومتی و تمام شرکای مربوط بهبود بخشیده و از آن حمایت نمایند تا توجه بین المللی روی HIV و نیازمندی‌های مربوط به جهان کار مبذول گردد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.